سلام، تقسیم اوقات چهره های مشهور را باز می کنم، با آنها روز را آغاز می کنم. مهمان یا به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بیننده های عزیز تلویزیون طلوع، سلام بر همه شما، خوش آمدین به مهمان یار. خوشحال هستم که یک بار دیگه من مجیب عارض با شما هستم. دوستو، ما امروز آمدیم به مرادخانی کابل، جایی که اینجا کسب و کارهای سنتی و قدیمی کابل هنوز هم پا بر جاست. یکی از این کسب و کارهای سنتی و قدیمی دلچه سازی است و امروز من مهمان خادم علی، یکی از دلچه سازان سابقه کار مرادخانی کابل هستم. با ما همراه باشید. خادم علی عزیز، سلام بر شما و بسیار زیاد تشکر از اینکه مرا یک روز در کنارتان پذیرفتین. ما هم شما یک جان تشکری میکنیم مجیب جان که زحمت کردین آمدین در این کسب که هنوز هیچ کس نامده تانو. قربان شما، سلامت باشین. در شروع میخواییم خادم علی عزیز در مورد امی کسب کار خودتان، امی دلچه سازی، بر ما کم معلومات بتین. این چطور کسب است و چقدر مدت میشه که این کسب کار در کابل و در افغانستان رواج داره؟ در ابتدای از این کار خود گفته میتونم که از 50 سال بیشتر است، منتها تفاوت پیدا کرده. تفاوت از این پیدا کرده که در ابتدا ما چپلی جور میکردیم. چپلی جور میکردیم، یک چیزی پوشیدنی دیگه که به نام توبی میگفت، این را جور میکردیم. اما به مرور زمان کم کم تغییر کرده، مثلا دلچه آمد و حالا برای کارزا و سولاغه جور میکنیم، مثلا پرزجاد موتر آلی جور میکنیم. اینی به مرور زمان هم تغییر کرده. دوستا، نام ای کسب کار دلچه سازی است، اما اینجا تنها دلچه ساخته نمیشه، بسیار چیزهای دیگه هم ساخته میشه و او هم همش از تیر برابر دیگه. از یک چیزی است که به حساب دور انداختنی است، پس ایره ما یک چیزی کارآمد جور میکنیم. عالی است خادم علی جان. و شخصا شما چقدر مدت میشه که این کسب و کار را پیش میبرین؟ من خودم از سال 51 به بعد، 1351. بسیار زیاد، پس تقریبا این زیادتر از 40 سال میشه. جان مگم یک چیز دیگر که اینجا بر من جالب است ای که ماشاءالله پس شما خیلی زیاد جوان مانده. 40 سال شما کسب و کار پیش بردیم. 12 ساله بودیم که ما آمده بودیم. والا شما خودتان سعی کنین، اینی می خادم علی به خدا 50 معلوم میشه. نه من از 50 بالا هستم. میکنم را بری کنم کاری کدی جور نکنه باشی. نه نه ترین نکنه باشی خدا. این کار عین ورزش است، یعنی از ورزش کرده این سخیلتر است. چرا همه تایرهایی را که ما اکثریت توده میکنیم، مثلا از وزن یک سیر گرفتگی تا 40 سیر و 30 سیر است. اینه که زمین مثل یک ورزشکار بارید همیشه سر و کار داریم، از صبح تا به بیگار. مهمانیار، یک روز با خادم علی دلچه ساز. و حال هم ما میخواهیم که خادم علی جان بر ما یک تعداد چیزهایی که در داخل این دوکان میسازه نشان بده. چون قبلا گفتیم که تنها دلچه نیست، اینجا بسیار چیزهای دیگه هم هست که اینا میسازن. مگم مرا امی راستش در بین تولیدات از یاد دلچه زیاد خوشم میه. مجیب جان اینی از بسیار سابقه دار، از سابق هست، یعنی کاری دلچه که ابتدا در کابل عموماً چا بود، چا از این استفاده میکردن. امیال هم چا هسته؟ هست، بسیار کم هست، حالی مثلا بعضی جای بمبه هست یا وارتارپم هست، اما سابقه همی بود. از امی شهر کابل که برای این، از امی وزیر اکبرخان شهر نو، امو رقم چا هست و امو تو دلچه کار میشه. بسیار دلچه نازنین و مقبول و بسیار امو تو خوب صفا میره کار کردین خادم علی جان، خیلی عالی، بسیار مقبول است.
یعنی ایره مکمل با میخ و با رابر است. رابر ساختیم دیگه. و این محکم هم هست دیگه؟ محکم هست، محکم. اینی دیگه اینی جالبه. به نام سولاغه میگیم. که؟ این مخصوصی کاریز است. که؟ همین کاریز ها رو که وقتی که پاکاری میکنه او خواه از خود صوف هم داره و چاه هم داره. یعنی غیر از این به خاطر که این چیزی نیست که نقل داده شده کلیده است به او جای نمی داخل صوف ریسپان در این دو گوش هم مندازه در این دو گوش هم وقتی که را پر میکنه یک طرف کش میکنه خالی شده دیگه طرف کش میکنه. تا حال هم ما فقط دولچه رو دیدیم و اینال اینی هم برای ورزشکار هاست این را زمزک زمزک وطنی به حساب بلکل برای بکسر برای بکسر یعنی کسایی که برای کلاب میبره این کلانش رو میبره مجیب جان یعنی نفری که اگر در خانه تمرین میکنه این خوردش رو میبره با داخل از این چی انداخته میشه؟ داخل از این براده همی خود رابر ما میندازیم دیگه ورزشکارا عموماً از تیکه و بوری اره و همه تو چیزا هم کار میگیریم و یا هم میشه که در داخل این زمزک کسی را شما پرتین که بسیار زیاد بعدتان میه نه جای نداره حالا هم شما این زمزگا را به فروش میرسانید خریدار داره خوبش اگر خریدار نداشته باشه مجیب جان خود جور نمی کنیم دیگه برای خود که نمیسازه اینشه خادم علی جان اینجا اکتیداد چیزا رو ما میبینم که آویزان است رابری اینا چی هست؟ یا صاحب پرزجاد موتر است هر نوع پرزه رابری ماشینا رو شما میتونین بسازید جور میکنیم ها یعنی یک چیز دیگه ما برای تو نشون بدم مجیب جان یعنی اصلیش است از همین موتورهای کنکریت پام است که تقریبا 30 متر و 40 متر و 20 متر پرتاب دارن یعنی اصلیش است سامپل آورده یعنی رو ما جور کرده میجه دوستا شما میبینین که هیچ فرق نمیشه بین یک پرزه که خارجی است و هم پرزه که خادم علی جان اینجا ساخته شه چیزی که شما در بازار نیافتین رابری بود مستقیم بیاین پیش خادم علی جان پیش دولچه ساز برتان می سازه دیگه تشویش زیر نمی داشته باشیم که والا این پرزه رابری خراب شد یار با خادم علی دولچه ساز و حال هم خادم علی جان برای پایای چوکی ها رابر می سازد تا اینکه از سرصداهای چوکی ها در هتل ها و دفاتر جلوگیری کنه و وسایل و اسباب کاریش هم می بینین زیادتر سرکار شما با کدام وسایل و اسباب از خادم علی جان؟ یار عموما کلش برنده میگه برنده اکثریت کلمه برنده سرکار داریم با برنده و قیچی دیگه؟ قیچی در کار دولچه استفاده میشه خواه اما در حساب این کار که اینه پای چوکی رو جور میکنیم عموماً برنده کار میشه و مکمل کار دستی هست ها؟ مکمل کار دست هست هیچ ماشین اینجا در کار نیست؟ نه نه ماشین غیری که چیزایی رو که به حساب پرزجات یک 20% کارش در ماشین هست دیگه 80% کلید است. بسیار خطر هم داره مجیب جان. خب چطور؟ اندکی که غافل شوی همه برنده شکل یه داغای برنده است غافل شده. دست میزنم کدام روزی که حسابتان خراب بوده و نموز که برنده خطا میره طبعا طبعا این رو بجو بیم ساخو بشت اینا را ای پایه چوکی دیگه ایچ سرسادا نمیکنه با این رابر خب و شما گفتین که 13 صد چوکی را شما برش ساختین از این پوش پایا این دیگه بسیار حوصله کار داره کار شما چند روز همه کار دوام داره میجوزن
چند روز فقط مصروف امی برش دیگه ها؟ یکی وقفه ای در پالویش یک کار دیگه می او کار خدا میکنیم در بین کار، اما عموما فکر ما سرزمی است که کار امی آدم پیش بره. بسیار امی، خیلی عالی است. در مهمان یار با خادم علی دلچه ساز هستم و حال هم در داخل دکان از اینو آمدم و در این دکان فقط یک من بودم که من هم آمدم دیگه همه چیز اینجا هست و شما میبینین که یک دکان هست که بسیار زیاد بیروبار داره و اینجا شما خود گم نمیکنین یک نفر؟ والا اگر که تقریبا دو نفر نباشم یک نفر شاید خود گم کنه. به گفته همکارایم در اینجا میشه که یک فیلم وحشتناک هم پر شد. خادم جان پیشو یالله خزنده و یا خونه است اینجا دیگه؟ نه انشالله. اینقدر تایلای کنیم و ترا کجا میره؟ اینه میشه مثلا از این تایر چی ساخته میشه؟ از این تایر ما پشت میگیم اینو میارم. دوکان دوستا به میجه ختم نمیشه اینمون تو ادامه داره. شاید بخی یک سرش دیگه دام جای دیگه برام را باشه. در این دکان شما دو نفر کار میکنین؟ بله دو نفر هستم، یکی غوث الدین جان. غوث الدین جان زیادتر چی کارها را انجام میده داخل دکان؟ غوث الدین جان اکثریت کار همه دلچه چیزایی که میخکاری زیادتر میشه دیگه، در تمام مسائل کار کنیم همکاران متاد زیادتر در دلچه این موارد زیادتر است. غوث الدین جان از کارت راضی هستی؟ خوش هستی؟ کارت دوست داری؟ بله آقا مجیب جان، چرا نه، از کارم راضی هستم، صد پسند دوست دارم. کاروبار این روزا چطور است؟ ناشکری نشه مزه نداره دیگه، عموما کارو مزه نداره. چرا که این نسای کنیم که دلچه ساز از کار خود در این روزا شکایت میکنه از بازار کار خود، کدام زمان بهتر بود؟ مجیب جان هر وقتی که امنیت در مملکت باشه راحت است، نظر نگاه امنیت که بهتر باشه دلچه هم خوب و زیاد فروخته میشه. مردم در کار یعنی دواندار کار میکنه، خرید دلچام زیاد میشه، مثلا خرید ترکاری و سبزی هم زیاد میشه، از هر چیز زمین تو خرید و فروش یکی مثل زنجیر وار یکی به دیگه پیوست هستیم. بیا خیر باشه، هیچ رای نزن، خدا مهربان است. بگی لالا امی دلچه را بساز به خیر خوبی. قرار است که غوث الدین جان برتون یک دلچه حالا جور میکنه. نه غوث الدین جان، اما مزه کارتان در کجا است و سختی کارتان در چی است؟ مزه کار این که کار تمام میشه مزه شون وقت است. دیگه سختیش که تایر مکمل زنده است شروع میکنه در جانش، سختیش همونجا است. کدام خاطره جالب شیرین و یا خدای نخواسته تلخ دارین در همه قدر مدت که امی کسب و کار شما پیش میبرین؟ والا مجیب جان زندگی کلش خاطره است، ولی خاطری ای که همین دوره جنگا دکان آمده نمیتونستیم، تو قبول کن که پشت پنج دانه دوله در پشت بایسیکل میبردیم
اورم بسیار به خطر. یعنی میشه که میامدیم دروازه دکان رو باز میکردیم، نمیفهمم که پوسته بود یا هر چی که بود، دمیسه کاسه برج اون از دموجه که مرمی میزد. هر لحظه تو فکر میکنیم که حالی مرمی صدا میکنه، حالی مرمی صدا میکنه. بسیار نفر اینجا کشته و زخمی شده. متاسفانه امی جنگا حتی از طبقه کارگر و کسبکار ما رزق و روزی حلال گرفته و خدا کنه که این دوباره تکرار نشه و بخیر امنیت در وطن ما تامین شوه. آمین. تا ای که هموطنان عزیز ما بخصوص طبقه کارگر و کسبکار که واقعا بسیار زیاد اینا زحمت میکشن بتونن رزق و روزی حلال بر خود و بر اولادایشان و بر فامیلشان پیدا کنن. من هم میفهم که ما چی کردیم که ما را مردم آرام نمیمانن. شاید ما نفهمیم کدام چیزی باشیم. مجیب جان از نظر ما ای است که ما و شما ذخیره دست نخورده ای داریم که همگی متوجه از او هستن. معدنیاتی که در افغانستان است در هیچ جای نیست، اما ای که ما و شما نه طبقه تحصیل کرده ای داریم که اونا را استخراج کنیم نمیمانن. نه کسایی که تحصیل کردنی است رو تحصیل کردن نمیمانه، کارگرش در کارگری نمیمانه. بخیر دولچه آساستا شکل خود گرفته رئیس و نزدیک است برای که ای ساخته شود. در این کسب و کارها دیگر دستای زنانه هم کار نمی آید؟ نه دستایتان اگر شما رو بتونید دستای کنید. نه نه مجید جان دولم تکمیل شد. بخیر باشین، سلامت باشین. من تشکر میکنم از غوث الدین جان. اینه در وقت بسیار زیاد کم یک دولچه که در این مساله و گل معمار و گلکار انداخته میشه و انتقال داده میشه این را ساخت و واقعا خوب هم تو محکم و بسیار منظم با اندازه برابر. بسیار عالی است، بسیار عالی است واقعا که این دست انسان شما میبینین که از چی میسازه. از تایر موتر میبینین که شما که دولچه ساخته میشه، چکش ساخته میشه، دیگه پرزجات انواع و اقسام پرزجات ساخته میشه و هر چیزی که شما بخواین ساخته میشه. اینی هم است کمال یک دولچه ساز، کمال یک کسبکار، کمال خادم علی و غوث الدین جان. تبریکتان باشه، واقعا مبارکتان باشه. کارتان قابل قدر است، واقعا عالی است. کار شما هم قابل قدر است که شما زحمت کشید آمدین و از ما خبر گرفتین، از کسایی که بالکل فراموش شدین. خدا نکنه، خدا نکنه. شرایط روز فراموش میکنه. یک وقتی بود که در اینجا تقریبا 300 یا 350 دکان بود. نمیسازد. اما متاسفانه که حالا فعلا تقریبا یک 30 دکان یا کمتر زیادتر اینجا مانده. مهمان یار از طلو میبینین و ما یک روز با خادم علی جان دولچه ساز هستم و حال هم لحظه فرار رسیده که ما باید غذا صرف کنیم و کسبکارهای دیگه هم اینجا دور یک سفره جمع شدیم. ما بسیار زیاد تشکر میکنم از خادم علی جان و تمام دوستا که امروز واقعا میزبان بسیار زیاد خوب بودن، بسیار زیاد لطف کردن، همی که یک روز کاری خود در اختیار ما قرار دادن و همی که همگی همکاری کردن در تهیه برنامه. بسیار تشکر از همتان. مجیب جان از شما هم تشکر و از تلویزیون تلو هم تشکر که آمدین قدم رنجه کردین، اینجا خبر ما رو گرفتین و از کارهای ما دید و بازدید کردین. نمی هم یک جان تشکر از شما. سلامت باشین خادم جان. باید برد بگویم که ماشاءالله بسیار زیاد همسایه های خوب دارین شما. نه یک صمیمیت بسیار خوب بین ما از همگی دوستا هست. انشاءالله مثل همسایه مملکتی نداریم. واقعا خادم جان همسایه بسیار خوب داره، یکی
سایبان داد تا ای که اینجا سایه شود، یکی لاین برق داد بر ما تا ای که داخل دکان روشن شود و ما برنامه ثبت کنیم و یکی دیگه هم وقت آشپزی را کرده بود. صمیمیت، محبت، اتحاد، همدلی را من میگم که بیای امی دولت مردا باید از شما یاد بگیره. تشکر. اشتهای خوب بر همگی. نوش جان کنین مجیب جان. کل گپ از سیاست ندنین که مزید دانم خراب نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خادم جان باید بفهمی که امی غذای دلخواه ما شورواست. دل گازی که خانه میکنه یا این غذای افغانی است نه؟ امی شروع که باشه مثلا هیچ غذای در دنیا نمیتون میشه. زنده باشه. سلام سال شام تا خدا حافظی. تقسیم اوقات چهره های مشهور را باز میکنم با آنها روز را آغاز میکنم. دوستان یک مزداری است، یک مزداری است که اصلا من هیچ برتون گفته نمیتونم. قصه های سبز این دیار مهمان یار. و در پایان تشکر میکنم از همه شما که بیننده برنامه مهمان یار بودین. تا هفته بعدی، خدا نگهدار.